نتیجه یک پژوهش در دانمارک نشان می‌دهد که مصرف 75 تا 150 میلی گرم آسپرین در روز خطر ابتلا به سرطان کولون یا روده بزرگ را کاهش می‌دهد. سرطان روده بزرگ از سرطان‌های شایع در افراد بالای 50 سال است و تقریباً یک نفر از هر 20 نفر در طول عمرش به آن مبتلا خواهد شد. همکارم شیده رضایی در استودیو با من دقیقاً توضیح می‌دهد شیده که چجوری مصرف آسپرین به کاهش این سرطان کمک می‌کند. ببین مصرف آسپرین میدونی آسپرین بچه، البته چون من دوزش 75 تا 150 میلی گرم تاکید کردن، آسپرین بچه به طور معمول در بعضی کشورها 75 میلی گرمه، در بعضی کشورها 80 میلی گرم. پس نتیجتا اگر افراد، در این مطالعه نشون داده شده که اگر افراد روزانه یک تا دو آسپرین بچه بخورن، اون هم به مدت 5 سال مداوم، در اون صورت 27% از میزان ابتلایشون به سرطان روده بزرگ کاهش پیدا میکنه. اما اینکه از چه مکانیسمی آسپرین میتونه این کار رو انجام بده، چند فرضیه براش مطرحه. اولین موردی رو که خیلی ارتباط و همبستگی قوی دیدن در کاهش سرطان بهش اینه که آسپرین میتونه مرگ از پیش برنامه ریزی شده سلولی رو که در استمسل های معیوب، که ژن های معیوب دارن، خود وجود داره، اصلا مرگ از پیش برنامه ریزی شده در تمام اغلب سلول های بدن وجود داره، در استمسل ها یا سلول های بنیادی که حتما وجود داره، اونایی که از لحاظ ژنتیکی معیوبن، آسپرین میتونه مرگ اونها رو تسریع کنه. نتیجتا وقتی سلولی که از لحاظ ژنی معیوب از بین بره، خطر ابتلا به سرطان کم میشه. و مکانیسم دوم که این مکانیسم در افراد چاق به خصوص خیلی بیشتر مؤثره، مکانیسمیه که آسپرین ضد التهابه و ما در طی سالیان گذشته پژوهش‌های مختلف نشون دادن یکی از دلایل اصلی سرطان ها، خصوصا سرطان روده، التهاب سلولیه. آسپرین به خاطر اینکه التهاب رو از بین میبره، خب میتونه یک در واقع فاکتور پیشگیری کننده از سرطان حساب محسوب بشه. اما یه چیزی را من دوست دارم همینجا اضافه کنم که فقط آسپرین نیست، جزء رده داروهای ضد التهابی و غیر استروئیدی که آسپرین یکیشه، بروفن یکی دیگه‌شه. و به طور خاص دیدن که بروفن 35-40% تونسته در این موارد، در این مورد خاص، سرطان رو کم کنه. اما این حرفایی که من میزنم معنیش نیست که آسپرین و بروفن رو سر خود بخورید، مال کساییه که بهشون تجویز میکنه. حالا همونطور که خودت هم اشاره کردی، این سرطان، این نوع سرطان خیلی شایعه. به غیر از مصرف روزانه آسپرین، چه راههای دیگه ای واسه پیشگیری از اون وجود داره؟ کاملا درسته. سرطان روده در افراد بالای 50 سال خیلی شایعه، در کسانی که به لحاظ ژنتیکی آمادگیش دارن، در بعضی خانواده ها این سرطان بسیار شایع تره و در واقع سومین سرطان شایع هم بین زنان هم بین مردان، در زنان پس از سرطان ریه و پستان، در مردان پس از سرطان ریه و پروستات. ولی که چه راههایی برای پیشگیریش وجود داره؟ خوشبختانه پیشرفت این سرطان کنده و به دلیل اینکه روده به راحتی قابل بازبینی از طریق کولونوسکوپی میشه ازش پیشگیری کرد، ولی اصلی ترین راههاش پیشگیری از چاقی، مصرف کمتر غذاهای چرب، سیگار نکشیدن، مصرف متعادل الکل و دقت کردن به عادات اجابت مزاج. اگه کسی اسهال بگیره، اگه به خصوص خون در مدفوعش دیده بشه، اینها همه ممکنه که علائم سرطان باشه، باید به پزشک مراجعه کنه. ولی که گوشت قرمز، با وجود که 100% ثابت نشده، گوشت قرمز و غذاهای چرب و دودی شده رو توصیه میکنن که کمتر مصرف کنه.